اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. ایران من از ترانه ها سرشار است، هر سوی سرود زندگی در کار است. نوباوه من به ابر سر می ساید، بانوی شجاع میهنم بیدار است. جلاد بدان که مرگ تو نزدیک است، پایان تو رقص نیستی بردار است. علی رضا نوریزاده، جمعه ششم آبان ماه، 28 اکتبر به شما سلام میکنم. جنایت رژیم در شیراز آنچنان رسوا بود که از همون لحظه اول پیدا بود داعش فرمانده اطلاعات سپاهه. تدارک دیدن، برنامه ریزی، بعد موندن توش. به مردم چی؟ سه تا بودن، دو تا در رفتن، از در پشتی با ماشین اومدن تو. تمام اونجا شما وارد میشین، بچه های شیراز میدونن، یه خودکار جیبتون باشه بوق میزنه در میارید، مسلسل کلاشنیکوف به دست، داعشی را بعدم یه افغان بیچاره رو کشتید گفتید او بود. داعشی وجود ندارد. کپه کپه ما شالاتان مثل خودتون تو آفریقا و پاکستان و یه حالا تو عراق هم شاید سوریه و افغانستان، طالبان جنایتاشو میکنه میگه داعش بود. تو پاکستان همینجور، طالبان پاکستان داعش. در عراق یه عده از این گروه های تندرو که هستن اونجا هنوز دنبال معاون صدامن که داره میمیره، اونا هم را دنبالشن. یه عده هم تو سوریه که دولت عظمای قطر حمایتشون میکرد، حالا اونا هم مثل این که دست ورشتن تو دست جمهوری اسلامی بازی میکنن، هر وقت بخوام به کردا ضربه بزنن چهار تا از اینا رو جلو میزن. بنابراین داعشی در ایران وجود ندارد. فرمانده کل داعش سید علی خامنه ای، این رو راحت بدونیم، پول داره میخره، مزدور میگیره. داستان شیراز خیلی رسوا بود، ما راجبش هم حرف زدیم، مفصلم شنیدید، دیروزم صحبت کردیم. بنابراین من زیاد نمیخوام راجب این اعلامیه مسخره، فقط باید 15-16 تا از هموطنان بیگناه هم رو اینا به کشتن میدادن که حرف سید علی رو ثابت کنن. بله اینا قرآن آتش زدن، پیراهن از تن زن مسلمان در آوردن، دروغ گویان خجالت بکشید. کی قرآن آتش زد؟ هیچ کس. مردم بی حرمتی نمی کنن. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، تو میخوای قرآن بر سرت بگیری بگیر، مردم کاری ندارن. اما قرآن رو تو سر مردم تو دادگاه انقلاب نزن. بحث بر سر اینه نه بر سر قرآن. هر کتابی محترمه، مردمی هم بهش اعتقاد دارن، انجیل، تورات، عهد جدید، عهد عتیق، گاتهای حضرت زرتوش، حضرت محمد، قرآن، هر کسی بهش اعتقاد داره. اما بذارید من امروز قصه غریبی رو براتون بگم، قصه ای که از همون فردای انقلاب آغاز میشه. یادم نمیره توی مدرسه رفاه و مدرسه علوی یه عده جوانایی بودن که بعضیشون دنبال رفیق دوست بودن، بعضیشون دنبال محسن رضایی بودن، اینا کلاشنکوف به دست
اومده بودن و تقریبا نقاشان رئیس کلشون شده بود که از خمینی محافظت میکرد. پس حالا که نقاشان اگه قیافشو ببینیم باورتون نمیشه، اون جوون اون زمان که پشتر خمینی تو پنجره دائم ظاهر میشد. حالا بچه ها عکسش اگه دارن، حمیدرضا نقاشان و عکس خالاشو نشون بدن که بعد از خوردن کاترپیلار تبدیل به چه موجودی شد. باری تو میون این جوونا چند تا جوون بودن خیلی صادقم بودن، بچه هایی بودن توشون مثل ابو وفا محمد خاتمی که اینا بیروت بودن، عراق بودن، بعد اومدن و خیلی جالب بود که خیلی اینا شوق انقلاب داشتن. شوشتری بود، صادق عبادی بود که مثلا صادق عبادی اینا بود فرهنگی این جوانای از عراق آمده، از لبنان آمده، دوره دیده بودن. محمد خاتمی قد کوتاه خیلی بلند نبود و این بچه ها رو یاد میداد که البته اون وقت فلک مو داشت خیلی. و بعد محمد خاتمی خیلی زود حق بازی ها رو فهمید و برید رفت در لبنان، حزب شیطان گرفتش، 18 ماه در زیر زمینتون زاهیه تحت شکنجه و اسارت بود، با تریویت هم اتفاقا همون بغل بودن. بعد تحویل ایران دادن، خمینی میخواست بکشتش. مرحوم پدرش آیت الله خاتمی رفت پیش خمینی گفت یه مو از سر محمد کم بشه امامم رو ور میدارم میرم تو قم علیه فریاد میزنم. خمینی هم خجالت کشید گفت میگم آزادش کنم ولی زود از ایران بره. محمد اومد بیرون رفت دبی، یه کار کوچیکی گرفت. بعدم که عراق به اصطلاح آزاد شد، در رفت آمد با عراق بود، گذرنامه عراقی داشت، انگلیسی و ایرانی، هر سه گذرنامه رو داشت. یه بار زمان نوری مالکی خواستن بدوزن، دوزیدن وسط جاده نجف و مرز ایران. یک تلفنی به نوری مالکی شد که فوراً دستور داد محمد آزاد کردن وسط بیابون که چه جوری حالا خودشو رسوند به بیرون. یک سال و نیم پیش تو عراق دوباره دوزیدنش، این بار بردن تحویلش دادن و خدا میدونه محمد الان در چه شرایطیه. خبرهای نگران کننده ازش به گوشم میرسه که من نگران میکنه. بیچاره زنش بیماره، بچه ها اینجا افتادن و خدا فقط لعنتتون بکنه که محمد فقط جرمش این بود که حق بازی شما رو خیلی زود فهم. جزو بچه هایی که باش بودن با هم بودن ابو وفا که لقب محمد بود، یه جوونی هم بود که خب مثل من الان موهاش حتما سفید شده دیگه، حال میبینی، به نام عبدالله قاسمی که بعدن توی خارج که اومد اسمشو کرد ابی قاسمی تو حالا فیسبوکش و غیره. او هم از اون جوونا بود، منتها دوام بیشتری از محمد داشت. مسئول حفاظت خامنه ای شد، با هنر شد، مسئول حفاظت خیلی از اینا بود و قصه ها و داستان ها داره درباره همین حقوق بازی هایی که میبینید و بسیاری از این فرماندهان پاسداران هم خوب میشناسه. و امروز من گفتم با توجه به شرایط امروز ایران، با این نوجوان آن روز که با هزاران امید آمد باهاش صحبت کنیم. درود به عبدی قاسمی یا عبدالله قاسمی یا ابی قاسمی، حالا هر کدومشو خواست. ابی قاسمی. منم درود میفرستم به شما دکتر نوریزاده و درود میفرستم به مردم غیور و شجاعی ایران که واقعا دیروز توی صفحه گل کاشتم و با این رژیم کودک کش جمهوری اسلامی مبارزه کردن. واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم دیروز، این فیلم هایی که می اومد دیدم و اگر گذرنامه داشتم می رفتم ایران. می دونم که من گذرنامه ایران ندارم و با گذرنامه اینجا اروپا هم نمی تونم برم، اونجا رام نمی دم. می رم و امروز من یه پیجی توی تویتر گذاشتم، توییت کردم که
بچه های همدوره های خودم یه چند تایی با من تماس گرفتن و حالا میگم که چیا گفتن. خب قاسمی عزیز، اولا میخوام به عنوان آدمی که اون مراحل رو گذروند، همون وقت همدیگر رو دیدیم، مطالبی که اتفاق افتاد، امروز وقتی نگاه نمی‌کنی به گذشته پشیمون نیستی از این که در اون روزها اونجا بودی؟ واقعا من تو پیجی که گذاشتم واقعا این جوانها رو میبینم الان که پشته میشم توی مدارس، توی خیابون میدوزنشون، بعد میگن نمیدونم مرض قلبی داشته، ناراحتی قلبی داشته. این مهدای عزیز امروز 40 روز درگذشت نیکا شاکریه و الان اتفاقا دیدم خبری که از ایران اومد، مادر نیکا داشت صحبت میکرد و مردم با اون شجاعت روی اون پل وایستادن، نیروهای سرکوبگر و گماشته های علی خامنه ای رو عقب روندن. واقعا اون زمانی که ما انقلاب کردیم سال 57 اصلا اینها هم باسوادترن، هم با این تکنولوژی هایی که هستش. اون موقع اگر این تکنولوژی بود، ما پیش این آخونده که بودیم اون کارهایی که میکردن، ما فیلم برداری میکردیم، اینا یک سال هم دوام نمی آوردن. ولی مسئله اینه که اون موقع این تکنولوژی نبود. اول شروع کنیم، اول شروع کنیم از مراحلی که گذروندی. یعنی در واقع شما با ابو وفا و اون گروهی که بودین اولین، یعنی واقعا من اصلا یه مدت بود مریض بودم و اینا عمل کردم و اصلا اینو شما درست پیش که با شما صحبت کردم تلفنی به من گفتی خیلی حالم بد شد. که وفا واقعا با هم خیلی دوست بودیم. من یاسر عرفات که اومد ایران، وفا من گذاشت محافظ چیز. اگر شما خودتون یادتون باشه، بله یادم، تو خیابون تخت جمشید که تو اون هتل بود، شما اومدی اونجا، من شما رو اولین بار اونجا دیدم. بله و میخوام بگم قاسمی عزیز، اجازه بدی خود شروع کنیم از اون مرحله، از اون مرحله که سپاه در اومد و شما در واقع به خاطر اینا، عکسشو ببینید، به خاطر آشنایی که با در واقع اسلحه و با حفاظت و غیره داشتی تو اون تیم رفتی تا بعد جنگ، که حالا به اونم میرسیم. اولین کسی که محافظه شدی غیر از عرفات که موقت بود، محافظه کی بودی؟ من اولین محافظه دکتر باهنر بودم، چون دکتر باهنر تو جمهورون همسایه ما بود. آها. من سرباز گارد جاویدان بودم که فرار کردم اون موقع، بعد منو تعبیر کردن سنندج لشکر 28 و اونجا کمک استعدار بودم که دیگه شلوغی ها شروع شد. من صبح زود با یکی از دوستام که بچه تاکستانه، حالا اسمشه نمیبرم اینجا، ایشون پاسپخش بود، کمک کرد. من یک کلت 45 با 32 تا فشای برداشتم آوردم تهران. هنوز شاه هم تو ایران بود، هنوز نرفته بود، یعنی اون موقع اگه میگرفتم منو اعدام میکردم. بعد من بردم این اسلحه رو گذاشتم تو خونه دکتر باهنر که خونه نمیتونستم ببرم. بعد از اونجا با دکتر باهنر آشنا شدم. بعد انقلاب که به پیروزی رسید، واقعا اونجا تو مدرسه رفاعی و علوی اصلا با این باهنر که من بودم، اصلا اینا صحبت که میکردن باورشون نمیشد انقلاب شده. بله یه شما خودت بودی دیگه، هیچ کدوم باورشون نمیشد که به این سادگی برنده بشن. بله بعد از اعلامیه بیطرفی ارتش، چون واقعا از ارتش میترسیدن و خودت سرباز گارد جاویدان بودی، میدونی که چه قدرتی بود و این بیطرفی. تیپ رضا پهلوی، گارد جاویدان تیپ رضا پهلوی تو لویزان. ولی خب روزی که کارتر اومد ایران، ما تو کاخ نیاوران اونجا آماده باش بودیم اینا. بعد من اومدم که تو پادگان، خودم منشی گرهان بودم اونجا،
دیگه برگه برای خودم امضا کردم و اومدم بیرون فرار کردم. بعد پدرم منو رکنده اومده بود در خونه، پدرم گفت من پول ندارم به اینا بدم و اینا، بیا برو خدمت. منو برد تحویل داد. بعد حالا داستان زیاد داره، اگر بخوام الان حتما بهش میرسیم. نه آره. من بیشتر تمرکزم میخوام اون آدمهایی رو که شناختی که امروز میبینیشون، حسین رضایی، نمیدونم آقای یحیی رحیم صفوی، آقای غلامعلی رشید، اینا که امروز قدرت در دستشونه، ارتباطت با اینا چه جوری بود؟ ما چون سنندج خدمت کرده بودم، من اومدم اون موقعی که سنندج و دست چیزا بود، اون موقع میگفتن اینا نمیدونم از عراق اومدن، حزب دموکرات کردستان و کومن. بله. اینا اومدن و سنندج رو گرفتن. من رفتم با گردان دوی پادیان اشتتاباد با اینا، ما رفتیم کرمانشاه، اونجا با هلیکوپتر شینوک رفتیم فرودگاه سنندج، چون راه‌ها بسته بود. بعد تو فرودگاه سنندج که ما اونجا بودیم دیگه هیچی پاسخ نیومد. ما 5 روز اونجا گشنه و علف می‌خوردیم. تا بعد 5 روز نیرو از اصفهان اومد که فرماندهشون رحیم صفوی بود. اومد اونجا، ما جلسه ای که گذاشتیم و اینا که فردا مخواستن اینا از فرودگاه حمله کنن داخل سنندج، تا اون دیدگاه سنندج، نمیدونم شما رفتین اونجا یا نه. بله. اول سنندج یه تپه‌ای بود اونجا. بله. میگفتن دیدگاه. تا اونجا، از اونجا به بعد بود که دست همین دموکرات بود، حزب دموکرات. بعد اون دیدگاه، من مسئول چیز اونجا بودم، دیدگاه، که از اونجا کسی نیاد. بعد شب اومدیم جلسه، فردا اینا میخواستن حمله کنن، اومدیم پایین جلسه گذاشتیم و اینا. من با رحیم صفوی دعوام شد، چون اینا بلد نبودن. من خودم تو تیراندازی اصلا تو سنتو اول شده بودم، تو گارد، تو دوره ای که ما 4 ماه تو پادیان شاهنشاهی تو خیابون الان شده پاسداران، موقع سلطنت آباد بود. بله. اونجا دوره دیده بودیم، دوره همه چیز ما دیده، سلاح سنگین دیده بودیم، سلاح سبک دیده بودیم و بلد بودیم. یعنی سربازای اون زمان دیگه، اینایی که تو ارتش هستن یا سنشون بالاست، میدونن که گارد یکی از نیروهای بهترین نیروهایی بود تو ایران. گارد جاویدان با لشکر گارد، یعنی گارد جاویدان بالاتر از لشکر گارد. قاسمی ببخشید، تو با این سابقه چطور جذب خمینی شدی؟ آیا به خاطر مذهبی بودنت بود؟ به خاطر چی بود؟ نه، آها، من میام که 2 بار من فرار کرده بودم از سربازی، منو اونجا دادگاهی کرد، یه سرهنگ اردلان توی چیز منو دادگاهی کرد. 46 ماه خدمت اضافه خدمت من برامان دادم و اعتراض کردم. برای چی؟ 3 ماه زندان، گفتن شما خدمت تموم شد، 3 ماه باید بری تو شهربانی زندان. بعد که دیگه این شلوغی ها شد، من فرار کردم با اسلحه را آوردم و اینا، که دیگه انقلاب شد، من جذب اینا شدم. رابطت با ابو شریف چطور بود؟ عباس زمانی. با اون زیاد چیز نبودم، فقط با همون عکسم اومده بود اونجا پیش یاسر عرفات، با اونجا با ایستادیم گرفتیم یه دونه عکس. زیاد چیز نبود، ولی با وفا چرا خیلی رفیق بودیم. اون وقت بعد به خاطر تجربت در همین تفنگ در غیره، آیا در آموزششون هم شرکت کردین؟ نه، نکردین. به خاطر اینکه ما اولین دوره سپاه بودیم توی تعدبات شروع شد، محسن سازگار اینا بودن. اونجا خب من چیز بودم که دیگه دوره نه، فقط یه دوره ما گذاشتن که همون عکسی که فرستادم، من مسئول اونم براشون، مال واحد حفاظت هم
ما اصلا برای چیزا اصلا من چیز نرم. خب. تو فرمانده فرمانده واحد حفاظت کی بود همون موقع؟ همین وفا بود دوره ما. وفا بود. آها. خب بعد اون چیز شد وفا که رفت این آفرا این گماشته علی خامنه‌ای محمود خسروی وفا. آها آها. خب حالا دلم میخواد مرحله بعدی بعد از با هنر محافظ کی شدی؟ یه مدت رفتم پیش بهشتی تو قلحک میشه. آها. بعد یه هفته هم رفتم پیش همین حدادادل این خونش تیراندازی کرده بودن. بعد این نقاشیان همین حمید نقاشیان اومد اونجا اون موقع مثلا این چیز بود دیگه محافظ خمینی بود. بله دوستان بله. من عکسشو بیارن از گوگل حمید نقاشیان. بله. بعد این اومد اونجا تیراندازی که حالا خودشون تیراندازی کرده بودن اینا من نمیدونم اینا. بعد من رفتم یه چند روزی اونجا خونش نزدیک خونه همین چیز بود این مطهری بود توی چیز. بله. بعد اومدن خونه پدریش بالای حسینی ارشاد تو خونه پدریش. بعد اونجا که بودیم یه خانومی به مادر عدادادل گفته بود که آره من 10,000 تومان پول نیاز دارم میخوام چشم عمل کنم. و پدرش گفت نه من این پولا ندارم بدم اینا. من فرداش دیگه نرفتم گفتم نه من پیش اینا نمیدم عدادادل و چیز که ولی عدادادل من میشنا. بعد به خاطر اینکه میومد در خونه با اونر مسمس میکرد که مثلا یه شغل چیزی بهش بده اون عبایل با فرهنگی بود دیگه. بله بله, بله. عجیب. قاسمی عزیز کی حفاظت خامنه ای رو داشت؟ خامنه ای رو این نقاشان پشت سر خمینی این نقاشان بله. جوانه اینم نقاشان امروزه. بله. مقایسه کنین دوتا رو. بله بله یادشونه. بله. برای خامنه ای که اون خیابون ایران بود خونش. بله. و جنگ تازه شروع شده بود اینم که هم نماینده خمینی تو وزارت دفاع بود. بعد من رفتم پیشش رفتم اون موقع همین پستای وفا راننده بود اونجا راننده خامنه ای بود. حتی اونجا پوشک بچه هم عوض میکرد این بشر که من متوجه شدم به خاطر همین گفتم بابا من خب زمان ارتش که بودیم یه نفر رو میبردن برای گماشتگی یه سربازی رو سرباز صفر سرباز صفر گفتم بابا ما اومدیم اینجا حفاظت از این آقا نیومدیم تو خونه مثلا بریم خرید کنیم بریم نمیدونم خونه تمیز کنیم بعضی ها بودن میکردن این کار دیگه که الان به همین بالا رسیدن چیزا همین آقایون این کارا رو کردن دیگه. آقای سلامی شما تجربت از من خیلی بیشتر. آخونده آدم های چاپلوس خیلی دوست دارم. بله بله عاشق چاپلوسی هن عاشق. بعد ما رفتیم قبل این هم من پیش هادی غفاری 10-15 روزی بودم. خب ما رفتیم پادگان چیز دانشگاه جنده شاپور چمران و ایشون هم که چیز بود نماینده خمینی تو وزارت دفاع اونجا بود. اونجا بودیم فقط اونجا یه شناسایی ما رفتیم طرف های اون اورلوویدو اینا. من چون آرپیجی توی ارتش رستم آرپیجی زم بود یه آرپیجی گرفتم خامنه ای نوشت رفتم اصلی خونه اونجا اون موقع بسیش هنوز نبود اون موقع آرپیجی گرفتم و اومدیم رفتیم برای شناسایی و اینا دیگه برگشتیم اومدیم همون دانشگاه گفتن که آره عراقی حمله کردن دارن خرمشهر میگیرن. من بلند شدم رفتم تو جاده یک کامیون که دارم میرم طرف آبادان خرمشهر این همه داشتن در میرفتن یعنی مردم عادی باراشون همه رو چیز کرده بودن توی ماشین
داشتن در میرفتن. فقط ماشین این کامیون یه باری داشت، منم سوار کرده بود بارپجی، رفتیم قرمشهر. آه رفتی قرمشهر. زمانی بود که قنیصدم اومده بود برای بازدید. قنیصدم تو منطقه بود، اون موقع رئیس جمهور بود دیگه. بله. بعد ما رفتیم اونجا، بچه ها اصلا سلاح سنگین نداشتن، سپاه میدونی اون موقع اصلا تجهیزات نداشت که. بله. من که رفتم واحد حفاظت، همون کلتی که از ارتش آورده بودم با اون کلت بودم. بعضی اکثر اصلا کلت نداشتم. یا جسه داشتن یا کلاشنکوف. آقای قرضی همه رو توقیف کرده بود دیگه، تانکا رو همه رو. همین خود امیدوارم که هر چه زودتر وفا بیاد بیرون، یه بار با هم صحبت کنیم این مسائل رو، که با هم صحبت کنیم که مردم واقعا بدونن که ماها چطوری شد که ما رفتیم و دیدیم این آخوندا چه آدم چه موجودات. یعنی اینا چقدر خرمشهر بودی؟ همون یه روز اونجا بودیم. بعد فردا پنجشنبه بود، خامنه ای بنا بود برگرده چیز تهران برای نماز جمعه. ما اومدیم فرودگاه با حاد غفاری سوار ماشین رو نشدیم، اومدیم فرودگاه اهواز. اونجا همین چاپلوسا به خامنه‌ای گفتن که آره شما نوشتی این آرپیجی گرفته، آج آقا این آرپیجی این آقا معلوم نیست چیکار کرده، نیاورد تحویل بده. حاد غفاری گفت بابا من دیدم اونجا، داد با بچه اونجا، هیچ سلاحی نداشتم. بعد این برخوردش خیلی به من گفت مرتی که این آرپیجی رو چیکار کردی؟ یعنی واقعا همینطوری یا مرتی که من انقدر از این اون موقع بدم اومد، اومدم تهران گفتم یا من استعفا میدم میرم، من حفاظت این آقایون نمی کنم که دیگه من فرستادم پیش ناطق بودی. آه پیش ناطق بودی بعد. اوکی. بله. چقدر پیش ناطق موندی؟ تو پیش ناطق بودم که من ترور کردن اونجا. پیش ناطق زمانی بود که آقای عسکرالادی رو صبح ترور کرده بودن، شب 19 ماه رمضان بود، الان دقیقاً سالش نه یادم نیستش، شب 19 ماه رمضان 1360. آغاز درگیری مجاهدین با نظام. بله بله بله، جنگ مسلحانه داده بودن. آه مجاهدین بعد انداختن گردن مجاهدین. خب بعد من اومدم اونجا یک خیابون الهیه که اون سفارت شوروی تابستونیش هست. بله. پشتون یه دونه رستوران شبهای شیراز هست اونجا. بله. نمیدونم شما رفتید. بله بله خوب بله. اونجا منو زدن، بعد رگبار زدن، من خودم انداختم، من یه تیر خورد اینجا بالای یه ذره قلبم که دکتر فاضل من عمل کرد و خیلی شانس آوردی. یه ذره پایین خورده بود رو قلبت بود. بعد ما اومدیم بیمارستان بودیم و اینا، این قضیه تموم شد، با هنر شد نخست وزیر، رجایی شد رئیس جمهور. بعد من رفتم با هنر، یعنی استعفا نوشتم قبول نکردن. روزی که نخست وزیر چیز شد من هنوز چیز بودم، یعنی منتظر خوب نشده بودم. اوکی قاسمی جان، همینجا نگردو. یه کار بسیار زیبا رو براتون پخش کنم. گوگوش لیلا فروهر، شهرزاد جان سپانلو، دریا دادور، لیلا فروهر، سوگند و آقداشلو هم که میگوید و در واقع حضورش حضور پربرکتیست. با هم گوش میکنم. با درود دوباره به همه تون میگم زیباترین ترانه که تا حالا اجرا کردید، درخشان چقدر زیبا بود. و شهره جان، شهره آقداشلوی عزیزم، حضور تو همیشه اعتبار میده و چقدر جالب بود حضور تو و
دونه دونه به همتون درود میفرستم. خیلی کار زیبایی بود. من یکی رو که حسابی تحت تاثیر قرار دادم. آفرین. خب برگردیم پیش قاسمی عزیزم. روزی که انفجار در نخست وزیر رخ داد شما هنوز بستری بودی و مشغول معالجه. بعدش نه، من از بیمارستان چیز شده بودم. من بیمارستان میساقی همون که اسمشو گذاشتم مصطفی خمینی یا اون ایتالیا، اونجا بودم. من کتمم چیز بود دیگه، بلند شدم و استفامو برداشتم رفتم پیش دکتر باهنر که ناهارم اونجا با هم خوردیم و با بچه ها که اون موقع مرحوم فرهاد چیز بهرام و ماکویا یکی از بهترین دوستان بود که الان این دنیا رفته. بعد نهار خوردیم، من دادم به ایشون که همون جلسه ای بود که منفجر شد که اون افراد اونجا کشتن. یکی از فکر میکنم اسمش هم گذاشتن تو خیابون دولت، اسمش الان دقیقا یادم نیستش، که مال استعفای بود اونجا کشته شد. بده به اون که استعفای من قبول کنن. ما رفتیم استخر، رفتیم استخر، برگشتیم دیدیم آره خیابون پاسور چقدر شلوغه، دیدیم که آره اونجا اون بدر. بعدش شکار کردی بعد از این ماجرا؟ بعد دیگه من دیگه نرفتم اصلا دیگه سپاه، نرفتم سپاه. یه دوستی داشتیم، این از همون دوره ما بود، یه روز تو خیابون دیدم که گفتم که کجای یعنی اینا، گفت من تو دادستانیم. گفتم شما در بیار ببینم که این مجاهدین رو میگرفتن اونجا تحقیق اطلاعاتی میکردن، مشخص میشد، مثلا میگفتن که کی رو کی زده اینا، همه مشخص میشد. من دنبال این بودم که ببینم که واقعا مجاهدین من زدم یا گروه های دیگه زدم یا کسی دیگه زده. چون قبل این برنامه یک اتفاقی افتاد که من خیلی بر من شک برانگیز بود، که بعد حزب جمهوری که منفجر شد، برادر همین ناطق نوری که عباس ناطق کشته شد، نماینده نور، بله بله، ما ناطق نوری توی سنندج روز جمعه بود قبل خطبه نماز جمعه سخنرانی داشت. ما رفتیم قربه، اون موقع هم جاده بسته بود، اونجا با سپاه اونجا اسپورت کردم، ما رفتیم سنندج. من یک کلاش داشتم اون موقع، چون اونجا منطقه جنگی بود کلاش برداشتم. بعد تو ماشین تو اون راه تو اون دست انداز و اینا، واقعا من شانس آورده بودم که وارد مسجد شدیم، ما رمزونم بود دیگه، چیز نکرد تو تظاهر باشه که ببینن که مثلا ما خب روزم شکسته بود دیگه. من دولا شدم آب و از شیر بخورم اینا، اصلا هم یه دقیقه گذاشتم اومدم بردارم. ما پلتامون همیشه مسلح از دامن خارج بود، ولی چیز نه کلاش نه. من انگشتم که رفت رو ماشه یه تیر شلیک شد، شلیک شد. اونجا هم کف مسجد چیز بود، آجر بود. خوشبختانه تیر خورد به چیز، هیچکی متوجه نشد که من زدم این تیرو. بعد این نگهبانایی که بالای مسجد بودن همه شروع کردن به تیراندازی هوایی دنیا. بعد من به بچه ها برگشتنی گفتم آقا این اسلحه منو کی مسلح کرده؟ یعنی گلوله گذاشته توش، چون من خودم که این کارو نکرده بودم که، یعنی اگر تو ماشین نشستیم تو اون دستان انگشت من به ماشه چیز میکرد، یا میخورد به یه کسی دیگه یا به خودم، چون از در همه گذاشته بودم زیر چونم اینطوری. روی این من خیلی شکاک بودم. رفتم اونجا که یک موضوع را اینجا بگم، باز ما رمزون بود که ما رمزون سال بعدش بود، یعنی اون سال تموم شد سال بعدش، که یه شب همین بچه ها اتفاقا من دعوت کردم افطارم، اومدم خونه ما، بعد جای دیگه دعوت داشتیم، اینا اومدن یه روز ما
داشتیم میرفتیم تو خیابون، اینا یک جوانی رو که فکر می‌کنم 14-15 سالش بود، اینو تو خیابون شک کردن، گرفتن آوردن سوار ماشین کردن، گشتن، یه 7-8-10 تا سکه نیم پهلوی و پهلوی دست این بچه بود. بعد اینو بردن تحویل زندان، دادن چوبه، گفتن آره اینو بزنین ببینیم که این سکه ها برای چیه اینا. ما رفتیم چیز افطار خوردیم و اینو ساعت 11-12 دیگه منم با اینا رفتیم و رفتیم شعبه، تو شعبه تختم داشتم. بعد این پسره رو اینقدر شلاق زده بودم به پاش که من اونجا دیدم، اینو ناله میکرد، برداشتن دستبند زدن دستبند دستش، دستبند زدن توی راهروی دادسرای اوین، زدن به رادیات شوفاش. دیگه من خوابم برده بود، دیدم که این در میکوبن و اینا. اومدم بیرون، بلند شدیم اومدیم بیرون، دیدیم پسره دهنش کف اومده مرده. دیگه من نمیدونم کسی کله اینو کوبیده بود به چی، من ندیدم که، یا این خودش که اون درد میکشیده خودش زده کلش اونجا از دنیا رفته بود. بعد اون موقع تو ماشین همونجا تو خیابون بغل دژبان مرکز، تو خیابون آریامت که فکر کنم شده چیز فاطمی، اونجا یه نمایشگاه بود، میگو پدر من صاحب این نمایشگاه است. الان اینه میگم احتمالاً این بچه رو بردن یه جایی کردنش زیر خاک که به این خانواده ندادن. الان اینی میگم حتما اون پدرش بدونه که این بچهش اونجا، اون موقع هم سکارم بردن، سکارم بردن، بله اونجا این بچه رو زدن کشتن زیر 18 سال. خب ببین بذار سریعتر بریم چون میخوام به مسائل مهمتر برسیم. خب آقای قاسمی داره اینا رو میبینه و همه اینا کمک بهش میکنه که متوجه بشه گرفتار چه دامی افتاده و چه حقوق بازان و شیادانی به اسم رهبران انقلاب بودن. با خمینی هم تماس داشتی، پیشش میرفتین؟ بله با خمینی رو من یک اولین بار همون با ابو شریف و خدمت ابو وفا، ابو شریف اینا رفتیم قوم دیدم. اولین بار. بعد دیگه که اومد جمارون دیگه هر دفعه میرفتیم اونجا، ما میرفتیم میدیدیم دیگه. تو چیزم اون موقع ما گفتیم خب شما که چیز میکنین این تو تلویزیون اینا، خونه اون برادر مهدی جمارونی، اون خونه مال حسن بود دیگه. بله بله بله. این خونه رو که یه آلونه که نشسته اینجا به مردم نشون میدی رهبر مستضعف اینجا میشینه، بعد اون در که اونجا وا کرده این خونه اشراقی صاحب کارخونه مینو، زیر خونه ما عموم مینا بود. 5 سال فقط من یادم اونجا چیز شد برای گتفوریش اینا کار کردم، تو اون باغ زندگی میکرد. بله. یعنی دروغ و از اول دروغ و همین خوب. ایشون آقای خمینی پایه‌گذاری کرد توی ایران. چه روزی متوجه شدی که دیگه باید بکنی؟ چه زمانی بود که من این چیزه که دیدم دیگه من نرفتم که اینا اومدن. اونجا اینا میخواستن زمان حج بود، یعنی مونده بود ما رمضان تمام میشد، بعد زمان حج که میومد اینا میگفتن ما میخواییم بریم مکه، صحبتش بود چیز کنیم، اونجا یک نفر هست که نمیدونم از کجا میگفتن میاد، ما میخواییم اونجا بگیریم این آقا رو و آمپول بزنیم، چون اونجا پزشکا اگر بنویسن این مرده همون آمپول میزنیم میکنیمش تو تابوت، سوار چیز میکنن میارن ایران. نه. برو باینش. بعد اون موقع هم اینطوری بود که اگر کسی میخواد پاسپورت بگیره یا مثل وزیر کشور باید امضا میکرد و
چیز و اینا، ما از دهنمون در اومد به اینا گفتیم که آقا ما مثلا خب میدونستم محافظ ناطق بودیم اینا. گفتم ما میخواییم بریم اونجا این چیز رو امضا کنه خب برای گذرنامه، تو هم بیا. هی من امروز فردا کردم، یه روز دیگه اومدن و سوار کردن و به من نگفتن که اونجا میریم. نگو اینا قبلا رفتن و گفتن و ناطق داره این اینجاست بیارینش بینم. آقا رفتیم اونجا، اون موقع بزن کشور پارک شهر بود. یه چکم داد تو گوش ما، ما رو تحویل دادن کمیته منطقه نو که اون آقای جواد قنچه که چی کشداری که بعدا من رفتم زندان فهمیدم که کشداری انجام داده، ما رو صبح بردن تحویل، شب که تا صبح من اونجا زدن. هیچ وقت نمیبخشم، همین آقای مرتضی باریکانی، اینم چاپلوس ناطق بود، زنگ زد به من گفتش که حلال کن منو، که ایشون منو اونجا اینقدر شب زدن، صبح تحویل دادستانی اوین دادن. بعد ناطق نوری هم زنگ زد به لاجوردی، ما رو همین آقایینه که تو شعبه بودن، شعبه چهار، ما رو انداختن انفرادی. سه ماه من تو انفرادی بودم. ولی این آقای باریکانی برادر همسر ابو وفاست و... نه این نه، اون محمود باریکانی. آه محمود. این مرتضی باریکانی، اینا فامیل هم چند تان. اون داریوش باریکانی که الان حالا اونم میرسیم که الان تو لواسان کاخ داره برای خودش، اونم چاپلوس رفزنجانی بود با همه کاره محسن. ایداد اینا بچه هایی که یه پاپاسی تو جیبشون نداشتن، خدا شاهده میواد به من گوه یه 5 تومن بده من تاکسی سوارشم برم. و حالا اینا هر کدوم میلیارده رو ببین نگاه کن، آقای نقاشان چیه و اون دیگه چیه باری کنش. آقای نقاشان من یادم اون موقع یه دونه تاکسی داشت. بله تاکسیش فروخ، بعد آخرین بار اون شرکت نورگستر که درست کرده بود تو خیابون تخت جمشید که همین آقایین مسئولین اونجا سرمایه گذاری میکردن، جوانم گفتی کاترپلار موبلیران هم بالا کشیدن اینا. بله درست. محمد هنردوست. بله بله خوبه. اقلا چیزایی که یادت میره خانومت به یادت میاری، این خیلی خوبه. حداقل حافظه دوگانه داری. خب آقا زیاد وقت نداری، من سوال دیگه. بعد از 3 ماه زندان چی شد؟ خب بعد از 3 ماه چی شد؟ آها 3 ماه اونجا انفرادی بودم، چون من عضو سپاه بودم من تحویل دادن به دادستانی سپاه. خب که این آقای منتظری که الان شده چی؟ دادستان. بله ایشون اون موقع حاکم شهر دادستانی سپاه بود. که اونجا من محاکمه کردن تقریبا نمیدونم 2 سال یا 1.5 سال به من زندان دادن با 70 ضرب شلاق. خدمتتون عرض کنم که دیگه ما رو فرستادن اوین دوباره، اونجا بودیم تا برادرم کشته شد توی دومار. بعد مثل که بابام اینا رفته بودن پیش اینا گفته بودن اینطوری اینا، منو آزاد کردن اومدم. حالا یه موضوعی هم بگم از دست امین آقای منتظری. این آقای منتظری با مرحوم منتظری فرق داره، این دادستان شد و بله ایشون فقط فامیلش منتظره، مثل ابو وفا که فامیلش خاتمی بود. بله فکر نمی کنم برای جمهور نسبتی داشته باشه. نه هیچ نسبتی نه. آره نسبتی داشته باشه، اینا تشابه اسمی هم. این آقای منتظری بعد من تو پادیان ولیعصر که یه زندان 66 بچه های سپاه همه میشناسن اونجا رو، پادیان ولیعصر ما اونجا زندان بودیم که من محاکمه میکردن. اونجا فقط بسیجی ها بودن و سپاهی دیگه. بله چند نفر اونجا بودن که الان یه پسرم هست اینجا تو جبهه با هم بودیم، اینم
از این گروه بودم، اینا غیر عمدی گلوله ازشون در رفته بود، خورده بود به کسی، مثلا مرده بودم غیر عمدی توی بسیج مسجد یا جای دیگه. یه پسرم بود تو ورامین اسمش مهدی بود، اونم 16 سالش بود که این از چیز گلوله از اسلحه‌اش در رفته بود، خورده بود. بچه امام چیه اون امام جماعت اون مسجد، بله، مرده بود. و اینا انقدر فشار آوردن، مثل که یارو پارتیش زیاد کلوب بود، این بچه رو اعدام کردن. ما اون پادگان بودیم، بعد که من رفتم توی زندان اوین، بعد افرادی هم بودن اونجا، بعدن آوردم اونجا، اونا گفتن که آره این اعدام کردن، حکم اعدامش همین آقای منتظری داده بود. شما خب اجازه بده، ما زیاد وقت نداریم. ببینید شما این حکومت این آقای خامنه‌ای کودک کشیش فقط این مهسا و نیکا نیست، بله، از همون بطن انقلاب اینا کودک کشی رو شروع کردم. درست درست. آقای قاسمی، من خیلی دلم میخواست راجع به مراحل بعد زندگیت بپرسم، چون میدونم بعدن هم خیلی کارا کردی. این رو میذاریم به یه جلسه دیگه، چون وقت زیادی نداریم. بله، بخاطر اینکه طول میکشه. بله، یک سوال ازت دارم در پایان برنامه. بله. امروز آقای عبدالله قاسمی وقتی نگاه میکنه به وطنش، این جنبشو که داره میبینه، چه احساسی داره و چه آرزویی داره؟ من میخوام یه هشدار بدم به این گماشتگان سپاه که حدوداً 200,000 نفر، حالا کم یا بیش، افراد سپاهی هم. بله. حالا مثلا خب اینایی که ما میشناسیم مثل دعیم صفوی و یا محسن رضایی، با اینا کار ندارم، ولی این افرادی که واقعاً یه مقدار سواد دارن، شعور دارن، اینها الان باید بیان به آغوش مردم. یکی اینا، یکی این جیره‌خوارانی که در خارج از ایران هستن که کمک میکنن به این حکومت کودک کش. بابا بعد دیگه دنیا داره میبینه مردم دارن توی این خیابونا کشته میشن، بچه ها جوونا دارن کشته میشن توی خیابونا. آخه مگه شما وجدان ندارین؟ مگر این جسم من، یک روح مگه بیشتر تو بدن منه؟ ممنونم قاسمی جان، وقتمون تموم شد. بگذار برای برنامه بعدی. پیام تو به خوفی و شفافیت دادی، خطاب به پاسدارا و خطاب به مزدوران رژیم در خارج. ممنونم ازت عبدالله قاسمی، کسی که جزء اولین سپاهیان بود و جزء کسانی که محافظت تمام این حضرات رو بر عهده داشت. حرفای بسیار جالبی داره که در فرصتی دیگر در برنامه دیگر بهش خواهیم پرداخت. ممنونم قاسمی عزیز. منم ممنونم از شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی در پناه پرورد.